من شجاعانه به جهانیان ثابت می کنم که نمونه یک سرباز زبده و برگزیده هستم که آموزش های مربوطه را به نحو احسن گذرانده است. من با دشمنان کشورم با تمام قدرت مبارزه خواهم کرد، آنها را شکست خواهم داد. هرگز دوستانم را در موقعیت خطرناک ترک نمی کنم و تحت هیچ شرایطی اجازه نمی دهم کشورم به دست دشمنان بیفتد. من با کمال میل آمادم با تمام قدرت در راه نیل به هدفهای تکاوران و تکمیل مأموریت آنها جانفشانی کنم. کار ما کاریه که هر کسی نمیتونه انجام بده. شغل ما عملیات ویژه است، یعنی کارهای ویژه تو شرایط سخت. هر جایی که بقیه یگانان نتونن کار انجام بدن، یعنی در جایی که به بنبست بخورن، این تیم باید وارد عمل بشه و اون حصار به قول خودمون بشکنه. این کلاسر به راحتی سر هر کسی نمیره. باید دوره‌های خاص رو طی کنی که مفتخر بشی کلا رو سرت بذاری. این کلا سر کسایی بوده که تونستن خرمشهر رو آزاد کنن. بهترین نفرات، زبده‌ترین نفرات، نفراتی که دوره‌های خاص دیدن تو این عملیات، تو این تیم مستقر هستند. یک عملیات ویژه‌ای، یک تکاوری که توی نیرو دریایی توی این تیپ خدمت میکنه باید این قابلیت داشته باشه که با استفاده از بالگرد از هوا، با استفاده از سقوط آزاد بپره، بتونیم زیر سطح بریم و اون هدفی که در زیر سطح است یا روی سطح است، حالا هر هدفی که میخواد باشه، بتونیم با استفاده از وسایلی که در امکاناتی که در اختیارمون هست منهدم کنیم و دوباره برگردیم. پرسنلی که در تیپ عملیات ویژه خدمت میکنن در دورایی که در مرکز آموزش فرمانده منجیل میبینن همه آموزش دیده میشه. خصوصیات و شرایط و اقلیم‌های مختلفی که در جهت آموزش نیروهای تکاور دریایی بسیار مناسب هستش، اینجا شناسایی شد و به عنوان یک محلی برای آموزش تفنگداران دریایی برگزیده شده. مأموریت فرماندهی آموزش تفنگداران دریایی آموزش یگانهای و نفرات تکاور دریایی یا نیروهای ویژه دریایی هستش.
آموزش‌های تکاوری و تفنگداری که ما میدیم تو شما دیدید تو صحنه و انشالله خواهید دید. پس از اینکه آموزش‌ها رو دیدیم، خب ما یه اهدافی در این خصوص آموزش‌ها دنبال می‌کنیم. اینها باید بتونن در آینده از عهده آموزش‌های سخت بر بیان. ما اون چیزی که نیاز نیروهای ما هست جهت مقابله با تهدیدهایی که در حال حاضر وجود داره، ما سعی می‌کنیم تمام نیروهامون رو آموزش‌هامون رو در راستای اونها برنامه‌ریزی بکنیم. چه از لحاظ سخت افزاری، چه از لحاظ نرم افزاری. نفر باید آموزش‌های ویژه یا ببینه که بتواند در مکان و در زمان مناسب یک عملیات ویژه‌ای انجام بده. دریایی یک نیروی تجهیزات محور هستش و همین تجهیزات محور نیروی دریایی میطلبه که از دانش و فناوری‌های جدید استفاده بکنه. نیروهای تفنگدار و تکاور ما برای اینکه در عملیات‌های سخت و ویژه که در مناطق عملیاتی جنوب ممکنه براشون پیش بیا شرکت بکنن، باید از توانایی جسمانی بالایی برخوردار بشن. در نتیجه این نیروها رو ما در اینجا تحت آموزش‌های ویژه و سختی قرار میدیم. در اینجا آموزش‌هایی می‌بینن که سایر یگان‌های نیروهای مسلح این آموزش‌ها رو نمی‌بینن. مثل آموزش‌هایی که در زیر دریا و زیر آب می‌بایستی انجام بدن که تقریبا می‌تونیم بگیم که اصلی‌ترین مأموریت کارکنان عملیات ویژه و یگان‌های تکاور دریایی همین هستش. بندر انزلی، فرماندهی آموزش تفنگداران دریایی منجیل، کمیته شناسایی، بخش آموزش یگان‌های شناسایی دریایی یا SVS. این یگان با توجه به اینکه دوره‌های SVS و شناسایی دریایی در اینجا آموزش می‌بینند، به مدت 6 ماه آموزش در اینجا براشون لحاظ شده. آبگیری انجام بشه. مقابله آبگیری انجام بدیم. یه دونه سه تا آبگیری انجام بشه، در باز بشه. والو هوا باز. آبگیری انجام شد. آبگیری انجام شد. سطح آموزش و ارائه آموزش‌ها در این مرکز به گونه‌ایه که ما در گذشته داشتیم که از کشورهای خارجی حتی اومدن اینجا آموزش دیدن. الحمدلله هم امکانات این مرکز بسیار بالا هستش، هم از لحاظ سطح آموزش‌ها بسیار بالا هستش و این ادعا را می‌کنیم که ما می‌توانیم بهترین نیروهای عملیات ویژه دریایی آموزش بدیم. We'll be right back.
ما همیشه میگیم که نظامیگری شغل نیست، یه هنره، عشقه. هیچ کسی رو به زور نمیتونن بگن شما بیا دوره عملیات ویژه رو ببین. 100% باید این نفرات علاقمند باشن. اگه علاقمند نباشن اصلا یک روز هم نمیتونن دوام بیارن. ما تکاویر رو علاقه انتخاب کردیم. وقتی کلاه سبز رو گذاشتیم رو سرمون، جونمون رو گرفتیم کف دستمون واسه دفاع از کشورمون. تو سن 18 سالگی وارد دانشگاه افسری امام خمینی نوشهر شدم. 3 سال و نیم اونجا تحصیلاتمو تموم کردم، وارد پایگاه تکاوران دریایی منجیل شدم. رفتیم دانشگاه افسری، 4 سال اونجا بودیم. توی اون 4 سال با تکاوری و رسته تکاوری، با تخصصهای تکاوری آشنا شدیم. بعد رفتیم منجیل، حدوداً 8 ماه منجیل بودیم، دوره دیدیم. از همون زمانی که کوچک بودم بهم گفتن تکاور، منم نمی‌دونستم تکاور چیه. خیلی هم علاقه خاصی داشتم از همون کوچکی که تکاور چیه که من میگن تکاور. من 23 سالم. من 18 سالم بود رفتیم منجیل، بعد یه تکاور دیدم آشنا بود. بعد دیگه باهمون صحبت کرد و معرفی کرد و کاراشون رو دیدیم، علاقه پیدا کردیم رفتیم. آموزش زنده ماندنمون خیلی جذاب بود. سخت بود ولی در کل خاطرات شیرین بود، شیرین و به یاد ماندنی. در دریا ما هم چنین تمرینایی داریم، تمرین بقا در دریا. نفرات میرن مدت 24 الی 72 ساعت، ما بسته به اون شرایطی که داریم در دریا قرارشون میدیم و جیره‌ای که حالا بسیار محدود و ناچیز در اختیارشون قرار میدیم، مثلا جیره بندی کنن، حالا اگر میتونن آب برای خودشون تهیه کنن و با اون شرایط سخت و هر لحظه خودشون رو وقف بدن و آموزش ببینن که بتونن آمادگی لحظه به لحظه رو داشته باشن. انجام دادیم شبیه سازی بود از یک عملیات بازپسگیری یک نقطه از سرزمین جمهوری اسلامی ایران که به دست دشمن افتاده بود. به ترتیب عناصرها را وارد عمل کردیم که عنصر شناسایی ما را از سطح، زیر سطح و از هوا وارد منطقه مورد نظر کردیم. عنصر هجوم وارد عمل شد و عنصر که ما به صورت با استفاده از ده فروند هاورکرافت و بالگرد وارد عمل شدیم. عنصر پوشش را که با استفاده از موتورهای چهارچرخ مجهز به راکت انداز بود که پوشش آتش عنصر هجوم را برقرار کردن، ما تو ساحل
وارد کردیم، چون تاخت همزمان و همراه است با عقب نشینی، عملیات عقب نشینی و ترک محل رو انجام دادیم. خانواده کلاسبزهاییم، کلاسبزها از فرمانده تا اون درجه بالا تا اون زیردست همه با هم رفیقن، چون ما هممون توی یه شرایط باید توی یک سنگر با هم زندگی کنیم. علاوه بر اینکه اطاعت پذیری بچه همان در حد 100%، ولی رفاقت من بیشتر از یگانهای دیگه. چرا؟ چون زمانی که من با درجه ناخداستهی دارم یه ماموریت میرم، احتمال داره همرزم من یه معنوی دو باشه که تازه فارغ التحصیل شده باشه با مثلا 18-19 سال سن. به همین خاطر ما چون توی عملیاتامون و توی مانورامون با هم کار میکنیم، همین باعث میشه که حس رفاقت و دوستیمون بیشتر باشه. من بارا گفتم یه نظامی کارش واقعا ویژه سخت است، یه مدافع داره که اون خانواده است، چون سختی اگر با خانواده تقسیم نشه محیطی برانزا میشه و نمیشه هیچ کاری نه فکر کنی نه استراحت کنی و نه به کار بپردازی. 100% واسه خانواده ها سخت هست، ولی با این واقعیت کنار اومدن. اگر خانواده بخواد سختی زیادی بکشه، انجام ماموریت واسه خود ما هم خیلی سخت میشه. زمانی که هر واحد شناوری ما بهش مشکوک بشیم، به ما اعلام کنن که مشکوکه، با استفاده از شناورامون و جت اسکیامون حرکت میکنیم.
خسته نباشید. مرسی. کاپیتان؟ بله من کاپیتان کشتی هستم. اسمتون؟ پولاریس. من کاپیتان موسوی هستم، کشتی پولاریس. با توجه اینکه ما به کشتی مشغول شده بودیم، به ما دستور دادن از قرارگاه نظامتون شدیم و الان که دیدیم کشتی خودیه و مشکلی نباشه، عذر می‌خوام ان شاءالله که سفر خوبی و خوشی داشته باشید. مرسی، خیلی ممنون. دعوت کشید. ما خوشحال میشیم که از مرزهای آبی ما حمایت می‌کنید. تشکر می‌کنم. تشکر می‌کنم که همکاری کرد. قربان شما. تشکر. الان هم همین کار رو میکنم برای دزدان دریایی. همین عملیاتی که ما انجام میدیم توی خلیج عدن هم ما تو رده یک هم همین کار رو انجام دادیم که تونستیم دزدای دریایی رو بگیریم. ما همیشه آماده ایم، وقتی هم که میریم خونه کنار خانواده ایم هر لحظه آماده ایم که زنگ بزنن ما رو بخوان برای انجام ماموریت. در فروردین سال 91 سال گذشته ما هفتم عید بود که به تیپ ما اعلام کردن که یه ماموریتی هستش. در کمترین زمان ما بهترین نفرها تجهیزات رو آماده کردیم، پایکار آوردیم. در خلیج عدن بود که همونجوری که مستعذر هستید یه دونه کشتی ما رو دزدیده بودن دزدای دریایی. از نفراتی که خدمه بودن به عنوان گروگان استفاده کرده بودن و تقاضایی که داشتن تقاضای نابجا بود. اصلا بی سابقه بوده این عملیات. حتی چند بار کشورهای قدرتمند خواستن این عملیات رو انجام بدن شکست خوردن. کشتی رو در طی 48 ساعت جنگ رو در رو موفق شدیم که تسخیر کنیم. بچه‌های ما بدون اینکه حالا اونجا پشتیبانی داشته باشن بالاخره کسی باشه تونستن الحمدلله بعد از 48 ساعت شبانه به صورت تاکتیکی وارد بشن و وارد کشتی بشن و بدون هیچ تلفاتی نفرات خودمون رو نجات بدن و کلیه دزدای دریایی رو دستگیر کنن و بعد از چند روز به خاک خودمون برگردن. زمان قدیم تفکر بر این بود یه نظامی یا یه تکاور فقط با بازوش خیلی باشه، ولی الان نه، تجهیزات، امکانات و وسایلی که ما داریم میطلبه که یه نفر اول دانشش بالا باشه، هوشش بالا باشه، تفکر بالا باشه. توی تکاورمون میگیم اولین چیزی که مهمه همون دانش نظامیه، یعنی بتونه نفر طراحی کنه. فرمانده دوم یگان، آخرین وضعیت یگان اعلام کنید. راه 120 سرعت 8 گره یگان آلت سطحی آماده جهت قوس. بله مدیر ماشین یگان آماده کنید جهت قوس با اون پریسکوپ. یگان آماده جهت قوس. مخازن بالاست، جهت قوس آماده. مخزن پاشنه تست میشه. بله مخزن سینه تست. اونگ زیر پا سر 60 متر یگان آماده جهت قوس با اون پریسکوپ. بله اتن موتورخانه چک شد وضعیت عادی. بله شیب دو به سینه اوم یک وارد دماش اصراری باز کنید. بله. اوم دومه. بله مخازن بالاست در حال آبگیری. بسیار خوب. شیب یک به پاشنه اوم 1.75. بله شیب صف اوم 2.2. بله یگان در اومو پیرسکوپ. بله یگان آماده جهت کف نشینی. فرمان دوم یگان، نفرات خروج کننده دستور بدید آماده بشن جهت خروج. نفرات خروج کننده آماده جهت خروج. پرسنل توجه داشته باشن، انشاءالله ما نفرات خروج کننده مون از یگان خروج میدن و انشاءالله برنامه شون رو شروع کنن. انشاءالله به سلامتی برن ماموریت انجام بدن و به سلامتی بتونن به یگان برگردن. پاشنه وضعیت تو قبل از بسته شدن درب اتاق که فشار از سلامتی قواص ها مطمئن بشید. وضعیت سلامت قواص چک شد. بله نفرات قواص مستقر شدید؟ مشکلی از خروج نیست؟ مستقر شدیم، هیچ مشکلی از خروج نداریم. برو میده خدا.
بله به امید خدا ان شاء الله انجام میشه. بله بسیار خوب. درب پایینی اتاق که فشار را ببندید. بله. درب پایینی اتاق که فشار بسته میشه. بله. درب اتاق که فشار کاملا بسته. سلامتی نفرات قواص مستقر در اتاق فشار چک شود. وضعیت سلامت قواص چک شه. بله. بله قواص آماده جهت خروج. بله. مدیر ماشین یگان. بله. به اتاق فشار آبگیری نمایید. بله. مخزن تعادل جهت جابجایی آب به اتاق فشار تحت تنش هوا. شروع آبگیری اعلام شد. شروع آبگیری اعلام شد. شروع آبگیری اعلام بشه. والو رابط بین اتاق فشار باز. شروع آبگیری اعلام شد. والو رابط اتاق فشار باز شد. آبگیری قطع بشه. سلامتی قواصه مستقر در اتاق فشار هر یک دقیقه گزارش بشه. بله. اعلام وضعیت سلامتی قواص. حال قواص خوب است. نفرات سینه پاشنه. آخرین وضعیت سینه پاشنه اعلام کنید. سینه اعلام وضعیت. برین اجرکن چک شد. وضعیت عادی بود. جاوجایی آب 400 لیتر. بله. فشار مخزن تعادل مناسب جهت جاوجایی. بسیار. به قواص جهت همفشاری اعلام گردد. اعلام همفشاری. بله. همفشاری اعلام شد. قواص جهت خروج از اتاق فشار اطلاع داده شود. اعلام خروج از اتاق فشار. بله. شروع خروج اعلام شد. فشار یک و دو دانوار. درب هرچه بالا توسط قواص باز شد. من با رویهی که در نیروهای مسلح میدونم و با تجهیزاتی که داریم هیچ کشوری به خودش اجازه نمیده که با ما تعرض کنه و اگرم قصد داشته باشن مطمئن باشین زمینگیر بشه. انگیزمون چندین برابر میشه وقتی میبینیم کشور ما رو تهدید میکنن یا تحریم میکنن یا حرف از حمله به کشور ما رو میزنن. ما ایرانی ها مرگ و پایان زندگی خودمون نمیدونیم. شعار ما تکاوران نیرو دریایی جمهوری اسلامی اینه که راه ما راه امام حسین علیه السلام است.